اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم ورحمة الله. الحمدلله این جلسه همون اول صدا خوبه. سخنرانی هایی که داشتیم معمولا پیش نمیاد، همیشه مشکل صوتی، مشکل جمهوری اسلامی دیگه. تا ظهورم حل نخواهد شد. شاید یک روزی مفاسد اقتصادی بشه جمعش کرد، اینو نمیشه جمعش کرد. خب خداوند متعال رو شاکریم از اینکه بار دیگه در جلسه‌ای که با نام و یاد شهدا آغاز شده بنده حاضر هستم. امیدوارم که مرضی رضای خداوند متعال و آستان مقدس حضرت ولی عصر عجل الله واقع بشه. ما مرده‌های خیلی همون مرده‌های متحرک هستیم. این یه ربات، حیات واقعی اونی که انسان انسان باشه، از این اسفل السافلین، از این جسم و جرم و جنس خودش رو رهایی ببخشه. خداوند متعال می‌فرماد لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم. ما انسان رو در بهترین شکل ممکن ساختیم، در بهترین شکل ممکن. روح انسان از عالی ترین مقام هاست. بعد این روح رو فرستادیم در پست ترین پست ها، ثم رددناه و اسفل السافلین. اومدیم درگیر این جرم و جسم و جنس شدیم، خاکی شدیم، زمینی شدیم، به قول امروزی ها متریالیستی شدیم، ماده، گیر ماده افتادیم. و حالا باید سعی بکنیم در زندگی از این ماده، از این جنس، از این جسم رهایی پیدا بکنیم و دوباره به سمت خود او برگردیم. برگردیم که یعنی متوجه او باشیم. انا لله و انا الیه راجعون. ما باید به سمت او برگردیم. منتها روحمون فعلا متوجه این جسممونه. روح مکان نداره، هر جا متوجه هر چی باشه اونجاست. در چهار ماهگی در رحم مادر روح رو متوجه این جسم کرده. هر چی با این جسم باشه با همین جسم هم محشور میشه. فقط تدبیر کرده نیازهای این جسم، فقط رسیده به نیازهای این جسم. اون دنیا هم شبیه همین جسم محشور میشه. تدبیر این نیازهای این جسم با حیوانات فرقی نداره. چه میدونم فلان حیوان، روباهی، گاوی، گوسفندی، شغالی، چه میدونم، اینا همه دنبال رفع نیازهاشونن دیگه، دنبال سیر کردن شکمشونن. صبح لونه میزنن بیرون دنبال یه شکارین، ها، جفتگیری میکنن، زاد و ولد میکنن، بعد میمیرن. خیلی از آدم ها اینجوری زندگی میکنن مگه نه؟ این از لونه میزنه بیرون، اون از خونه میزنه بیرون. اون مستقیم میره شکار میکنه، این نه، این میره پول میده یکی دیگه، اون شکار رو انجام داده میگیره میاره. یه خود ترتمیزتره کارش، نه؟ وگرنه همون کار انسانهای اولیه رو داره انجام میده. او هم دنبال غذا بود، این هم دنبال غذاست. اون مستقیم میرفت یه گوزنی یه چیز رو شکار میگرد، این نه، این میره کار میکنه با پولش میره گوشت. حالا گوز کجا بود؟ یه چیزی میخره میاد میرزه تو شکم خودش و زن بچهش. فلذا اون دنیا هم شبیه همون حیوان محشور میشه. میگه آه بعضی محشور میشن شکل خوکن، بعضی محشور میشن چون این از زندگی فقط شهوت رو فهمیده بوده، فقط زیر شکم رو متوجه بوده. او یکی شکم باره است. دقت بفرمایید، یه آدم شکم باره الزامن مال حرام نخورده ها، نه، از زندگی فقط سیر کردن شکم رو فهمیده. بعضی ها دیدی سفره میندازن دست و پاشو میلرزه، یه خورده غذا براش کم بکشن میریزه به هم. حالا یه خود ادب داره رو نمیکنه، اما خونه خودشون باشه دعوا درست میکنه. حالا دارن غذا میکشن برای اون بشقاب دوتا گوشت اضافه افتاد، یکی کمتر مرده،
خب دیگه اینم اوضاع برخیست دیگه. یک عده هم هستن فقط به شهوتشون رسیدن. نمیگم فعل حرامن، اون که اصلا حرام انجام داده یه چیز دیگه، اون که حرام خورده، نه، فقط از زندگی همینو فهمید. قرآن اینو خیلی زیبا توضیح میده. من سر راه داشتم میومدم قرآن دیدم برداشتم گفتم از او قرآن براتون بخونم. یه صلوات اینت بفرمید. بله، سوره نازعاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى. میگم ما کسی که از ایستادن در پیشگاه پروردگارش برای محاسبه اعمالش میترسد، خاف و ترسید، و نهى النفس و نفس خودش را از هوا و خواسته ها نهی کرد. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. بهش مال اینه، مأواشه، خونشه، جاشه، لونشه. یک نکته ظریف اینجا داره، نمی فرماد و اما من خاف مقام ربهی و نهى النفس عن الذنب. نمیگه اون کسی که نهی کرد نفس خودش رو از گناه، میگه نهی کرد نفس خودش رو از چی؟ از هوا. چه فرقی داره؟ هوا ممکنه گناه نباش. میگه یک جایی ما شما فقط پرداختیم به نفس، حتی ولو گناه هم شاید نکرده باشیم. یه همچین آدمی، یه همچین چیزی برای جسم آفریده شده، برای جرم آفریده شده. ببینید در کلام اهل بیت، این کسایی که خیلی دنبال شهوت جنسی هستن ولو حلال نهی شدن، و اینا آدمای مزه مزه کننده ازشون یاد شده، آدمایی که دنبال ذوق خودشونن فقط. شبها که میخوابید بدنتون ریلکس میکنه، این بدن میره تو حالت استندبای. به قولی دقت فرموده باشید میبینید تازه روح ما آزاد میشه. ها، خواب میبینی، از این ور اون ور میره خبر میاره. چرا؟ چون یه خورده توجهش به این بدن چی شد؟ کمتر شد. یا یک سری افراد هستن ریاضت میدن به جسمشون، یعنی به هوای نفسش نمیپردازه، گشنشه میگه نخور، تشنشه میگه نخور. ها، اینا روحشون چی میشه؟ از این توجه میکاهد، به جاهای دیگر توجه میکنن. حالا یک سری مرتضی دیدی چی کار بلای سر خودشون میارن دیگه. حالا او ریاضتهای شیطانیه، درست نیست، اصولی نیست، اما ریاضت الهیش میشه چی؟ همین نماز صبح که خواب بیدار میشه. سخته دیگه خواب بیدار بشدم. بعد ای کاش میگفتم وضو نگیری. یه وضو هم بگی. تازه گفتن باب سرد بگیری ثوابش بیشتره. یعنی سخت‌ترین کاره. سخته. ماه مبارک رمضان. نون حلاله، غذا حلاله، اما تو نباید بخوری. توی یه مدتی. یاد بگیری که هرچی نفس تو فرمان داد گوش نکنی. اصلا هدف اینه، هدف اینه. میگن پیامبر گرامی اسلام به همسرانش میفرمود اشغلینی کلمینی، به خانوماش، به زنانش میگفت منو با هم صحبت بکنید. انقدر این روح الهی است که اگر ذره روی زمین این جسم کار نداشته باشه میره اونور. میگو با من صحبت بکنید، منو مشغول کنید. در وصف اسدعلی قاضی آمده میگه وقتی نماز صبحشو میخون بعد نماز صبح چشاش میرفت بالا، سیاهیش دیده نمیشد، میگو بیهوش میشد، چنان این ارتباط براش لذت بخش شد، روح پر میکشه. بعد شما فکر کن ما درگیر این نیستیم که نفسمون رو نهی بکنیم از چیز حلال. ما باید گناه نکنیم. خیلی اوضاعمون خرابه. میگه بهش جای اون کسی که نفسش رو نهی میکنه، نفسش رو از چی؟ از هوا و هوس. هوس کردم فلان. سرهنگی از این سرهنگای نیروهوایی ارتش تعریف میکرد، میگفت
رفتم دفتر عباس بابایی، میگه یه سیبی تو دستش بود، میگفت یه 10 دقیقه یه روب این سیب رو همجور نگاه کرد، بو کشید فلان به همان، بعد این سیب رو برای من پوسک انداد، من خوردم. مفتیم دستش درد نکن و فلان. میگه بعدها فهمیدیم این سیب خیلی دوست داشته، عمدن بو کشید، نگاش کرد، قشنگ لذتش در خودش به وجود آورد، بعد پوسکن داد جلو چشش یکی دیگه بخوره. بعد فکر کردی چرا اون شده عباس بابایی؟ اون کسی که باش تا هواپیما بود میگفت اون قبل شهادتش دیدم داره میگه لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لک و الملک، داره اون دعایی که حاجی ها میخونن و داره میخونه. میدونه دیگه فرمانده ها رو همه رو بردن حج همون سال، ایشون تنها کسی بود که نرفت، گفت حج من اینجا دفاع از سرزمینمه. این مقدمه برای چی بود؟ برای این که بفهمی شهید یعنی کی. شهید یعنی اون کسی که دقیقاً میره سراغ نیازهایی که اصلاً من و شما براش حساب باز نمی کنیم. فلاز و زنده واقعی اوه. ما جسمی زندگی کردیم، جسمی هم محشور میشیم، جهنممون هم خودمون از همینجا خودمون میبریم. بعضی از این آدم ها هستن او دنیا نقش هیزم جهنمو دارن. وقودها الناس والحجاره، میفرماد آتیش جهنم هیزمش آدم و سنگه. زغال سنگ دیدی میریزن آتیش درست میکنن؟ میگه یه سر آدم هستن، خودشون هیزمن، میندازنشون اونجا هم میسوزنن هم میسوزونن. یه کسی مثل شمر زغاله، کسی مثل یزید زغاله. به اندازه که خلقیات ما به شمر شبیه ما میسوزیم، ما هم میسوزیم. چقدر حالا ما پرداختیم به نیازهای فطریمون، به نیازهای روحانی خودمون، چقدر به عقل توجه کردیم. میفرماد هر بار که با یک شهوت گناه عمل میکنید، بخشی از عقل شما میره که هیچگاه بر نمیگرده، هیچگاه بر نمیگرده، ترمیم نمیشه. بخشی از عقل. اصلا اینقدر برخی از افراد اصلا به شهوت میپردازن، اینقدر گناه میکنن، باشون حرف میزنی کاملا عدم عقلانیت رو درشون میبینی. این باتریش تموم شد، خاموش شد دیگه، بدن عدم عقلانیت رو قشنگ تو حرفاشو میبینی، بی منطق صحبت کردن رو میبینی. بعضی هم یه بخش از عقل رو میگیرن، بقیه عقل رو ول میکنن. آیا ما عقل معاش داریم؟ عقل معاش یعنی چه؟ دو چهارتای زندگی. یک سری از همین حیوانات هم عقل معاش دارن، قشنگ بلدن صبح چه ساعتی بیرون بزنن، چجوری به اون جونور نزدیک بشن، بتونن شکار کنن، همینا رو بلدن. این عقل مطبوعشونه، در لحظه به دنیا آمدن خدا روشون گذاشته، نصب روشون. این مبنای بهش رفتن نیست. عقل مسموع، اونی که آپدیت میکنی، دانلود میکنی، اونی که خودتو به روز میکنی، اون مهمه. خب آقا من خودم رو میگم، با هیچ عزیز شما بزرگواران کاری ندارم، خدا وکیلی، خب ما چه زندگیمون بعضی جاها با حیوانات فرق داره؟ به دنیا میاییم، بزرگ میشیم، زاد و ولد میکنیم، میمیریم. چه بس اون حیوان بدبخت اذیت نکرده کسی و ما اذیت هم کردیم. ها؟ با او یه حسنایی هم داره؟ شیر با همه در رندگیش هیچ وقت 65 هزار تا آدم با یه دکمه نکشته. ما آدم ها کشتیم 95 هزار تا رو یه جا، 65 هزار تا رو یه جا، هیروشیما ناکازاکی. جنگ جهانی دوم نزدیک 50 میلیون کشته رو دست بشر گذاشت. بست مدرنیته 150 میلیون کشته داد. کجا حیوان ها این کارو کردن بدبختو؟ حالا یه شیر تو عمرش الان 50 تا آهو خورده، 100 تا آهو خورده، نه 5000 تا. بعد اون اقتضای طبیعتش اینه. نیش عقرب نهز ره کینه است. اقتضای طبیعتش این است. میگه کینه نداره که نیشت میزنه. ذاتش اینه، طبیعتش اینه. مطبوع یعنی از اول طبع شده درش. چاپ شده از اول توش.
باز اون حیوان میبینید لاشش به یه دردی میخوره موقع مرگ. یه گوسفند رو سر میبرن لاشش چند نفر سیر میکنه. امیرالمومنین فرمود که بابا فرزند انسان را چه جای فخر فروشی است، اوله نطفه و آخره جیفه. اولش یه نطفه، یه آب جهنده، یه آخرش هم یه لاشه است که میفته اونجا. اگه 10 دقیقه یه روز دیر دفنش کنن بوگندش همه جا رو میگیره، ببخشید بوی سگ مرده کنار جاده میگیره. میگه به چی مینازی؟ آقا این جسمه که نازیدن نداره که. از یوزپلنگ میخوای سریعتر بدوی، از عقاب بهتر میخوای ببینی، از فیل میخوای زورت بیشتر باشه، آقا به چی میخوای ببینی؟ از دلفین بهتر میخوای شنا کنی؟ به چی مینازی؟ الا اینکه به اون انسانیت و متوجه باشی، به اون روحت، اون روح رو متوجه خدا کنی. اصلا من و شما رو نیازمند آفرید، نیازمندیم. یک روز میگن بهلول حکیم یا بهلول حکیم، هارون گفت چقدر میخوای بهت پول بدم؟ گفت تو چقدر من ثروتت میارزه؟ به هارون رشید او ثروت من چقدر میارزه؟ من یه سر حکومتم تو اندلسه. راست میگفت، موقع حکومت اسلامی رسید به اسپانیا. قرطبه و نمیدونم چی، نمی شهره کردوهای الان اسپانیایی هست. اون سر نزدیک نمیدونم ترکمنستان و بخارا و نزدیک تا لبه مرزهای چین رسیده بود. گفت من این سرزمینه. گو اگه یه روزی از تشنگی بخوای بمیری، بخوای بمیری چقدر؟ گو نصف ثروتمو میدم برای لیوانا. گو خب. گو اگه یه جایی هم عذر میخوام، یه بلای سرت بیاد نتونی ادرار کنی، چی؟ گو نصف دیگه ثروتمو. گو من ثروتی رو که به یه لیوان آب و به یه مش ادرار بند باشه نمیخوام. ما رو نیازمند آفرید. میخوای دکتر باش، مهندس باش، هر چی میخوای باشی باش، دستشویی لازم داری. گو آنچه شیران را کند روبه مزاج، احتیاج است، احتیاج است، احتیاج. حالا بعضی های متأهلا که به پیسی خوردن میگن آنچه شیران را کند روبه مزاج، ازدواج است، ازدواج است، ازدواج. حالا اینم بیچاره میکنه، میگه گندلاتی بود توی شهری دیگه، رفتن پول جمع کردن بکشنش مردم اون دهات. کد خدا ما گفت چرا قرض میخواید انجام بده؟ چی شده؟ گفت مثلا ما 100,000 ادلار واد پول خیالی جمع کردیم، میخوام اینو بکشیم. گفت بدید 50,000 تاشو به من، من حل میکنم براتون. 50,000 تاشو گرفت، 40,000 تاشو گشت تو جیبش، با 10,000 تاش اینو زنش داد. یکی دو سالی گذشت، این بدبخت دیگه رفت سر کار و دیگه آدم شد. آدم میکنن آدم. بعد داشت سر کار برمیشه، اینو سنگکی گرفته بود و سگه افتاد دنبالش، گوش نشد. هی 10 قدم رفت، یه تیکه کف دست نون انداختن خورد و باز دارین واق واق میکرد دنبالش میمد. رفت جلوتر، یه لحظه به خودش نگاه کردید، ای خدا نصف نون سنگک بیشتر نمونده. بره خونه با رستم دستان میتونی به جنگی، قرقره رو چی کارش کنی؟ بعد برگشت به سگه گفت برو جون مادرت ما رو ولمون کن، برو وگه نمیگم کت خدا تو رم زنت بده. اما گندلا آره احتیاج. اصلا ما محتاج آفریده شدیم. این لوپ زندگی، چرخه زندگی ما، این قوس زندگی، این سهمی زندگی ما رو نگاه کنید. محتاج به دنیا می بچه، یه خورده حواجت رو سعی میکنی خودت کنترل کنی، میای ولی بازم محتاج غذا، رفع حاجت، همه چینا هستی. هرچم سن بگذره دوباره چی میشه؟ نیازها برمیگرده. این رویه طبیعی زندگی انقدر حکیمانه است که شاید تو اواخر عمرت به این نتیجه رسیدی که یکی دیگه است، شاید بفهمی. نرم نرم همینجوری که اوج میگیره همینجوری دوباره میای پایین. قرار این حوائج ما رو به اینجا برسونن که آقا اصلا ما برای این آفریده نشدیم. حالا بعضی نمیفهمن دیگه چیکارش کنن، اما بعضی ها اینا شاهکارن. اینا وسط جوونیشون تو اون اوج شهوت و قدرتشون که میتونن هزاران کار بکنن، بلند میشن میرن کجا؟ بلند میشن میرن جایی که میخوان جونشون رو به خطر بندازن. از جون عزیزتر داریم؟ به خدا آدم جون عزیزه ها. نیست؟ نیست؟ زلزله چطور بود ساعت 12 شب یهویی؟ کجا بودید؟ خونهاتون بودید؟ ملت دیدی چجوری ریختن خیابون؟ یه لرزون دادیدی؟ این ورمه مثل موج بود، مردم ریختن. ای چرا جون؟ یکی ما دیدیم تو خیابون بنده خدا خیلی ناجور اومده بود بیرون.
یه آقایی بود گفتیم برگرد اینا بعد اینجوری شانس آورداد مامان دوست پاش بود. آره زد بیرون عکس اومد از یکی این خوابگاه دانشی پسر بنده خدا چجور زده بود بیرون. آره میگفت این که چیزی نیست طلا ملا ها پولا اونجاست جیگر نمی کنم برم بیارم جون عزیزه. میگو 20 میلیون زنم طلا داره یارو میگفت گفت جرئت نمیکنم برم بیارم 20 میلیون بعد چی میگن؟ میگن به این جوان پول دادن بره سوریه به جنگه. سم آدم آتیش میگیره یه به این جوان پول دادن خب تو هم برو پول بگی تو هم برو به جنگ برو دیگه تو اسم داعش رو میشنوی واجب و تعویض و تومان میشی و تو میخوای بری اونجا به جنگی اخوی گرفتی ما رو. به خدا این بچه هایی که سوریه بودن بپرسید من تو ایام جنگ 2-3 مرتبه رفتم اونجا خط داشتیم 3 نفر جلو 150 تا داعشی نگه داشتن 3 نفر خط بوده اون شهید لبنانی ابو کرار بود کرار بود نمیدونم چی بود اسمش یه نفر جلو 200-250 نفر بایستاده بود 2 ساعت و نیم وقتی اینو حمله کردن اینو فرار کردن 2 ساعت و نیم این خط و یه نفره نگه داشتون خیالشون تخت شد برگشتن میرفت اینور آرپیچی میزد میرفت اونور پشت خاکریز با دوشکا میزد میرفت اونور تیراندازی اونا فکر میکنن پشت خط چند نفر خیلی جیگر میخواد و تصور میکنه به دستشون برسه تیکه تیکت کردن به بدترین شکل ممکن سر میبرن بعد میگه به اینا پول دادن اینا میرن خوبه فیشای حقوقیشون هم اومد بیرون شهید خانتومان بود فیشش اومد بیرون 1500 میگرفت 1500 که نمیدونم 600ش یا 900ش چقدرش هم وام بود 600ش وام بود 900 دستشو میگرفت چقدر هم عجیب خدا حجت تمام که همزمان که این فیش حقوقی این شهید اومد بیرون یه سری فیشای دیگه هم اومد تو تلگرام 20 تومن و 40 تومن و بعد ناراحت بودن میگفتن چیه ما لیاقت کار کردن داریم ما مدیریم خب برو کنار این همه جوان بیان تو بهتر مدیریت میکنن. یک کسی تو اوج جوانی در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است ورنه هر گبری به پیری میشود پریزگار. 90 سالش شده میگه من شهوت جنسی رو کنترل میکنم باره کلا بتو جوان بودی چیکارا میکردی؟ یه شهر ازش آسی بودن گربه ها دستش در میرفتن چه برسه به پلنگا که پلنگا هم ایهام داره دیگه. تو مملکت ما گفتن یوسپلنگ ایرانی در حال چیز انقراض مسئولین فرهنگی و سرمایه گذاری کردن پلنگا رو افزایش دادن تو یه حوزه دیگه پلنگ افزایش دادن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. آن کتاب هیچ شکی در آن نیست و وسیله هدایت است برای کسانی که با تقوا هستند. تقوا یعنی چی؟ پرهیزگاری. میگه پرهیز کن. بیماری قند داره. میگه قند نخور، پرهیز کن. متقین میدونی دیگه اون 10 مرتبه ایمان. اینا دومن. مؤمنین بعد میشن متقین بعد میشن محسنین. همینطور 10 تاشو داریم. تو روایت هست. هی دقت نکردی چرا نفرمود این کتاب چرا میگه آن کتاب؟ چرا میگه هازل کتاب؟ میگه ذالک الکتاب آن کتاب. قرآن بعد چی بگه؟ بگه این کتاب هم کتابی داره میخونی. یه دو تا بحث گفتن. یکی میگن آن یعنی بزرگی رو میخواد بگه. یعنی اینقدر بزرگی همزمان که کنارته چیه؟ اینقدر عظمت داره که باید بگه آن. یه سرش پیش توه. اون سرش پیش خداست. دو میرید سراغ تعویل الایات، سراغ کلام اهل بیت میرید ترجمه میکنن. میگن اینجا مراد از کتاب ولایت امیرالمومنینه، یعنی امام علی علیه السلام. میگه این کتاب محکم، این علی. میگه این وسیله برای هدایت چیه؟ متقینه. هیچ شکی هم درش نکنید. اینا کیه؟ متقینه. میگه اینا الذین یؤمنون بالغیب. به چی ایمان میارن؟
غیب. غیب یعنی چی؟ یعنی ندیده، نچشیده، حس نکرده، نشنیده. و یقیمون الصلات و مما رزقناهم ينفقون، نماز برپا میدارن و از اون چی که بهشون میدن انفاق میکنن، میبخشن. اصلا بخشیدن میدونه دیگه مقابل با نفسه، با اون هوای نفسه. هدایت از علما برسیدیم، ازش پرسیدیم که این صدقه که میگن چطور باید بدیم، گفتش که صدقه رو یه جوری بدید دردتون بگیره. بعض موقع یه نفر مولتی میلیاردر اما 2000 تومان هم میده دردش میگیره، فقط صدقه 500 تومانی میده، کلی سکه 500 تومانی داره. صبح بلند شو، خب روزمون هم که با صدقه آغاز کردیم، باریک الله بتون متوجه. میگه صدقه رو یه جوری بده دردت بگیره، یعنی حس کندن از مالت اون روحتو آزاد میکنه، اون روحتو آزاد میکنه، توجهش به این جسم فانی میکاهد. انفاق، حالا گرسنه گرسنه باشی، روزه گرفته باشی، دم افطار باشی، ببینی یه یتیمی در میزنه، بهش بدی غذا تو بره، با آب افطار بکنی، نذر داری فردا باید روزه بگیری چون نذر کردی واجبه، فرداش هم روزه میگیری، یه مسکینی میاد در میزنه، دوباره غذا تو میدی بهش میده، بعد یه اسیری میاد روز سوم هم میدی، این خدا دیگه گردن میگیره. میفرماد و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمهم لوجه الله، میگه برای خدا این کارو کردیم، چرا نفست اینجوری وایسی؟ اونم میشه اهل بیت. حالا ما فقط از اسلام نهایتا صلاتشو گرفتیم، دقت کردید؟ چون خرجی نداره زیاد، نه نماز میخونه با کسی کنه، بهش بگه پول بده انگار جون داده. از قضا دقیقاً باید آیه ولایت امیرالمومنین این باشه که وسط صلات زکات بده. انقدر پولدار تو این مملکت داریم که میتونن با پولشون مشکلات مردم رو حل بکنن، نیازی اصلا به کار دیگه نیست. یه بحثی رو ما توی یه ایده‌ای رو مطرح کردیم تو سخنرانیامون گرفته، الحمدلله خیلی دارن این کارو میکنن، خیلی من خوشحالم. گفتم اون کسایی که پول دارن، چند تا خونه دارن، بیان یه واحد دو واحد هر چقدر که دستشون میرسه از واحدهای خونهشون فقط بزنن برای ازدواج بچه‌هاشون، خودشون هم انتخاب بکنن از فامیلاشون، چه میدونم رفته مسجد، رفته دای ندبه، رفته یا هر جایی جوونی رو میبینه چرا ازدواج نمیکنی، میگه پول ندارم، میگه دو سال خونت با من، تو این دو سال خودتو جمع کن، بعد دو سال بعد بری بیرون، یکی دیگه باید بیاد، یه خونتو بذار برای این کار تا آخر عمرت، به خدا برش کی جمع میکنی؟ طرف هشت واحد هشت واحد 16 واحد 16 واحد میسازه، برای کی داری جمع میکنی؟ تو میراثدار وارثی، داری برای وارثت جمع میکنی که معلوم نیست بعد مرگ چه فوشای حوالت بده سر قبرت. بابا قرآن اینا رو نهی کرده، قرآن میفرمه الذی جمع مالا و عدده، میگه اینا کسایی ان که مال جمع میکنن و عدده و هی زیادش میکنن، متعددش میکنن. کلا لینبذن فی الحطمه و ما ادراک ما الحطمه نار الله الموقد، میگه اینا رو میندازم تو آتش خورد کننده، آتشی که لهشون کنه، آتشی که تو دلشون میفته افعده. این ما اوزای میگم کسایی که مال جمع میکنن زیادش میکنن، یه دونه ماشین که زیاد 10 تا ماشین باید داشته باشه، یه خونه کمشه 20 تا خونه 30 تا خونه. من خودم آدم میشناسم 150 60 تا خونه داره، بساز بندازه دیگه، بساز بفروش، یعنی بساز بندازن، تو زلزله ها میشه معلوم میشه چی ساختن، میسازه بعد چی خالی مونده، الان دو سال بازار مسکن راکده، تو این دو سال اجاره هم نداده، خدا به دادش برسه، اینقدر دلم بالش میسوزه. تو این دو سال 150 تا زوجو میتونست بفرست سر خونه زندگی، دعای یه نفرش برای کل عمر این بس بود، دعای یکیشو. حالا مال، ببین داره از کسایی صحبت میکنه، میگه میفرماد اینا ایمان به غیب میارن، ایمان به غیب یعنی ندیده عاشق شدن. اینا که رفتن جون دادن بیا بار ازشون بپرس، اینا که رفتن شهید شدن بهشون بگو که خدا رو دیدی؟ میگه نه، خدا دیدنی نیست که. تو امام زمان رو دیدی؟ الزامن چی؟ نه، هر کی که شهید شده که امام زمان ندیده که. آقا رسول الله فرمود یا علی میخوای یه کسایی برات معرفی کنم که هیچ کس به هیته و به اندازه ایمان اینا نمیرسه و هیچ کس به اندازه یقین اینا نمیرسه. اکثرهم ایمانا اعظمهم یقینا، در ایمان تهشن، در یقین هم تهشن. امیرالمومنین فرمود بله بفهم. آقا رسول الله فرمود اینا الان نیستن، اینا تو آخر الزمان میان. منو تو رو ندیدن،
ببین یا علی، من میرم رو جهازهای شطور، دست تو رو میگیرم، دست تو میبرم بالا، میگم من کنت مولا فهازا علی مولا، هر کی من مولاشم علی مولاشه. نگاه کن، به چند روز نمیگذره چه بلای سر تو و خانوادت میره. جلو چششون اتفاق افتاده. ما اینا نه، اینا جلو میدیده رو انکار کردن. از کسای صحبت میکنم که سالها بعد میخوان بیان، نه منو دیدن نه تو، و امام هم فی حجو، امامشون هم کجاست؟ پشت پرده است، تو غیبته. یؤمنون، ایمان میارن به چی؟ به سواد علی بیاض، به سیاهی روی سفیدی، اینا جوهر روی کاغذ سفید. به میگه سواد علی بیاض، منو تو رو ندیدن، حرف منو تو رو روی کاغذ میخونن، ایمان میارن، بعد بابتش جون میدن. یا علی، این ته ایمان نیست؟ آخر یقین نیست؟ خیلی عجیبه ها. اینا داداشامن یا علی، اینا من بهشون میگم عین اخوانی، داداشام کجان؟ اینا با من پیغمبر برادرن. هر کدومشون اندازه 70 تا شهید بدر میارزه. شهید بدر معیار خطکش شهادته، اینقدر عظمت داشته شهید بدر. میخواستن که مثال بزنن، میگفتن مثل شهید بدر یعنی تموم دیگه، چون شهدا میدونن دیگه، رنج بندی دارن دیگه. حضرت عباس هم شهیده، چه میدونم یکی دیگه از شهدای کربلا هم شهیده. من نمیخوام شأن شهدای کربلا برم بالا، شأن حضرت عباس میخوام بیارم پایین، اونا رو شأن حضرت عباس میخوام ببرم بالا. حضرت عباس رو تو زیارتش میخوای وصفش بکنی چی میگی؟ میگیم ما شهادت میدیم تو مثل بدریون جهاد کردی. ببین بدریان کیا، من که بفهمیم. شهید اول اسلام، اولین جنگ پیغمبر، هیچی از اسلام هنوز ندیده، دوران حکومت اسلام و فتح مکه و پولداری های اسلام رو ندیده، فقط سختی ها شده. قبلش هم یه آزمون سخت شده، همه ریزش کردن، این زده به خط، دو نفرشون فقط سوارن، بقیهشون همه پیاده، شمشیر ندارن، چوب برداشتن برن به جنگن، سپاه دشمن سه برابرشونه، همه سواره. میگه یا علی، اینا هر کدومشون 70 تا شهید بدرن. یا خدا، من حق میدم. چرا؟ چون اون کسی که تو رکاب پیامبر جنگیده، باز پیامبر جلو چشش بوده، درست یا نه؟ میدیده، این ندیده. صحبت از این نمی کنیم که از اهل بیت حسین ابن علی علیه السلام در حالی که امام حسین جلوی چشم ایشان ایستاده است، حضرت عباس را می بینند دفاع کنند. صحبت از این است که 1400 سال بعد قرار است از سنگ، چوب و فلز از قبر حرم و حرمت اهل بیت امام حسین دفاع کند. حضرت زینبی رو نمی بینه، میگن این قبر منتسب به حضرت زینب، میگه کافیه برای جون دادن، کافیه برای جون دادن، کافیه برای این که اسمم بذارید مدافع حرم، کافیه. هیچ توضیح بیشتری هم نمیخوام. شهید مرتضی جاویدی از شهدای 8 سال جنگ دفاع مقدس هم، اینو محسن رضایی وقتی فرستادش توی چذابه، شهید شیرازیه، استان فارسه. متاسفانه ما شهدای استان شهرهای دیگر رو خوب نمیشناسیم. تهرانی چون رسانه دستشون بوده، شهدای تهرانی معروف ترن. یک تأسف میخوریم، نه از اینکه این شهدا خوب معرفی، همینم درست معرفی نشدن از نظر من. تأسف میخوریم چرا اونها درست معرفی نشدن. محسن رضایی برمیگرده بهش میگه که ببین این تنگه جذابه این تنگه احده. پیغمبر بهش نمیگه، محسن رضایی داره بهش میگه این تنگه نباید بلش. آقا شکست میخورن، باید برگردن. میان بر نمیگه، این تنگه احده، باید خود امام به من بگه برگرد. اینقدر وای میسته تا نیروها میرسن. مرحوم صیاد شیرازی، من با پسرش داشتم صحبت میکنم، گوه اینو آوردنش پیش امام مرتضی جاویدی و بعدن توی جای دیگه شهید میشه،
میگه تنها شهیدی، تنها رزمنده بود که من این همه با رزمنده‌ها خدمت امام رفته بودم، تنها آدمی بود که وقتی امام دیدش بلند شد، این سرشو گرفت بین دو تا ابروشو بوسید. پیغمبر جلو چششون گفت این تنگه رو ول نکن، ول کردن. خب اینا با هم برابرن؟ خیلی عظمت داره این شهید. ایمان داره، یقین، غیب داره میبینه. ایمان به غیب. ماها ایمان به غیب پیدا میکنیم وقتی دنبال شکممونی ما به خدا. مثال برات میزنم همینجا. کسی داریم اینجا بیمه ماشینش بالای 8 سال تخفیف داشته باشه؟ ها؟ یه نفر اینجاست. یه نفرم اینجا. 4 5 زیاد شده. 8 سال پول بیمه داده، هیچ از بیمه پول نگرفته. تصادف هم اگه کرده دستی حساب کرده. خواسته تخفیفش نسوزه. درست یا نه؟ کسی به اینا از بزرگواران میگه چه کاری 8 سال پول تو الکی دادی به بیمه؟ نه. برایش با افتخار دستشون میبرن بالا. اما اگه یه نفر یک ساعت ماشینشو بدون بیمه بیاره بیرون، مرد میگه این عقل نداره. میگه چیه؟ نمیخوام پول بدم. آقا شما که پیش پیش میرید به بیمه پول میدید، خبر دارید در آینده، علم غیب دارید که من قرار است جاده چالوس کیلومتر فلان این پیچ را رد کردم یک تصادف کنم، اینجا 1,000,000 تومان پول بیمه میدهم، آنجا 5,000,000 میگیرم، میصرفد. هیچ کی این چیزا خبر نداره. صرف یه احتمال که ممکنه تصادف باشه تا الان 8,000,000 8 سال پشت سر هم پول دادن تو شکم بیمه ریختن. اصلا وجود بیمه ها یعنی این که پولی که از مردم میگیرن بیشتر است از پولی که به مردم به عنوان خسارت میدهن، وگرنه که وجود نداشتن که. چجوریه برای یه احتمال توی آینده که به وقوع بپیوندد یا نپیوندد پول میدیم؟ همه میگن باریکلا 124,000 تا پیغمبر اومدن گفتن اون طرفی هست. میبینی؟ جاهایی که به جسممون مربوطه کلمون کار میفته مثل ساعت. مثل ساعت کلمون کار میفته. عقل معاش کله کار میکنه. عقل معاد مختتیل. برای همین میگه آقا اینا خیلی خواستن. کی به علی میرسه به ذالک الکتاب؟ اونا متقینن. متقین کن یومنون بالغیب. اصلا شهید یعنی چی؟ این چیز داره میبینه، شاهده دیگه. ببین یک جوری داره میجنگه که انهو خود پیغمبر رو داره میبینه، هیچ فرقی براش نمی کنه. باورش اینه من بعد 1400 ساله. آقا برخی از این شهدای ما بودن، بچه مدافع حرم، برید بخونید، مثل شهید موحد نیا تو عراق بود، میگفت تو رو خدا منو بفرستی سوریه، تو رو خدا منو بفرستی سوریه برم. آقا چرا؟ خب تو عراق باش. نه، داستان شام قریبانه تره، میخوام اونجا باشه. دور امیرالمومنین امام حسین شلوغه. این کشور 67% جمعیت شیعه است عراق. اینجا بچه شیعه زیاد داره. میخوام اونجا باشم که 1% جمعیت شیعه است. سوریه 1% جمعیت شیعه است. اکثریت 70% سنی، بعد دیگه علوی و نمیدونم دروزی و مسیحی و یهودی و 1% شیعه. من میخوام برم اونجایی که غریبان است. من میخوام برم دور حضرت زینب بگردم. میخوام اونجا باشم. این به چی یقینی رسیده؟ ایمان آورده به چی؟ به سیاهی روی سفیدی. نه؟ یه دعا داریم، دعای واجبه. همه دعاها مستحبه دیگه. این دعا رو نکنی کسی خیرتو نمیگه. چرا این دعا رو نکردی؟ دوست نداشت. کار حرام که انجام ندادم، واجب خدا رو کردم. یه دعا هست اما واجبه. کدوم دعا؟ اهدنا الصراط. چرا واجبه؟ چون تو نمازه. اگه این دعا رو نکرده باشی نماز نخوندی، نمازم نخوندی باشی که هیچ، فاتحه. یعنی اصلی ترین خواست ما اهدنا الصراط المستقیم، ما بریم تو صراط مستقیم باشیم. اشتباه نکنم سوره نساء یا بقره، حالا حضور ذهن ندارم، سرچ کنید پیدا کنید. تو اون آیه نمیدونم 69 چنده، حالا میگم حضور ذهن ندارم، اونجا معرفی میکنه،
میگه این کسایی که انعمت علیهم، میخوای بدونی کیان؟ اینا این گروهان، نبیین. کیا؟ پیغمبری من و شما هم نکی، اوضاع خراب، هیچ چیز. 25% رفت. 4 تا گروه معرفی میکنه. شهدا گرفتی چی شد؟ شهدا رو کنار کیو داره میاره؟ پیغمبرا. صدیقین، صدیقین یعنی کی؟ یعنی امیرالمومنین. لقب امیرالمومنین صدیق اکبر بود، فاروق اعظم، که این دو تا لقب رو برداشتن دادن به دو تا از صحابه، که میدونید دیگه به سند صحیح در منابع برادران اهل سنت داریم که این صدیق اکبر فاروق اعظم مال امیرالمومنینه، و باز به سند قوی داریم که اون صدیق اکبر، صدیق و فاروق که دادن به دو نفر از صحابه، کی اولین بار اینا رو داد؟ یهودیای شمال مدینه. یعنی یهودیای شمال مدینه تو بین مسلمونا باب کردن، فرهنگ کردن که اینا رو اینطوری صدا کنید. اینا به سند صحیح روایت خود اهل سنت داریم. صدیق یعنی کی؟ یعنی حضرت هارون که حضرت موسی رو تصدیق کرد. صدیقه طاهره، صدیقه یعنی حضرت خدیجه که تصدیق کرد پیامبر رو. خب اینم که تعطیلیم دیگه. خب خدایش. صالحین، این 4 تا میگه اینا کسان که بهشون نعمت داده شده. دو تاش که نمیشه، دو تاش امید داریم بریم از صالحین باشیم. میگه منتظران ابا صالح باید خود صالح باشند. صلح نقطه مقابل چیه؟ بگید. الحمدلله. نقطه مقابل جنگ نیست، نقطه مقابل فساده. خیلی وقتا شما با جنگ جامعه رو اصلاح میکنید. امیرالمومنین با جنگ چشم فتنه رو کور کرد. امیرالمومنین با جنگ جلوی مفاسد اقتصادی در جمل ایستاد. و خیلی وقتا جنگ نقطه مقابل صلح نیست، نقطه مقابل صلح کسایی که حق جو هستن و ضد باطلند، کسایی که ضد فسادن، هر نوع فساد، اینا صالحن. میخواد این فساد، فساد تا ما میگیم فساد، اولین چی به چه به ذهنمون چی میاد؟ جنسی، چون مخمون جنسیه. میگه هر کسی از زن خودشه، با عینکی جنسی میبینیم ما همه چیو، چون مخمون جنسی اینو میبینیم. فساد اخلاقی فقط نمیبینیم، فساد اقتصادی نمیبینیم که پدر همه مفاسد اخلاقیه. تا این بالا نکشه اون دختره فقیر نمیشه بره تن فروشی بکنه. تا این بالا نکشه اون آدم بیچاره نمیشه به اعتیاد بیفته، به بدبختی بیفته، به دزدی بیفته. امیر مؤمنان فرمود یه کاخ درست کردی که یه کوخی اون بغل درست شد. این نوع فساد همه رو میزد زمین، حتی اگه قارون باشی. کان من قوم موسی، از قوم حضرت موسی بود، به حضرت موسی ایمان داشت، خورد زمین. ولو زبیر باشی که امیرالمومنین میگه نزدیک بود، نزدیک بود از ما اهل بیت بشه، ما زال از زبیر کان رجلا من اهل البیت، به مقام سلمان برسه من اهل البیت. تا این پسرش گنده شده و داستانه پولی، موقع مرگش 56 میلیون درهم ثروت داشت. فقط عرب اصلا عدد میلیون نداشته ها، میگفته الف الف، هزار هزار، 6 تا 0. اینجوری میزنه زمین. تو جامعه که فساد باب شد، اولویت های مردم از دست میره، آروم آروم تمایلشون به امام زمان کم میشه و به معاویه ها زیاد میشه. فلذا یک جا امام حسن است، یک جا معاویه ابن ابی سفیان، میگوین نه نه ما معاویه میخواهیم. هر جا جیرینگ و جیرینگ سکه بیشتر باشد آن طرف هم. هر جا پالت های دلار بیشتر باشد آن طرف هم. هر جا سود بانکی بیشتر باشد آن طرف هستن. هر جا قبل انتخاباتشان شام بهتر بدهند آنجا هستند. هر جا که بهتر شناسنامه بخرند آنجا هستند. میکشه میبره. صالح اگه میخوای باشی این. بعد شهید یعنی انگار ندیده عاشق بشی، به غیب ایمان بیاری. ما کجاییم؟ این عقل میخواد، این تصمیم میخواد. یا آیه قرآن براتون بخونم، خیلی لایق زیباییه. همین وسط قرآن رو باز بکنید میاد. سوره کهف، سوره کهف وسط قرآن دیگه، حرف کلمه وسط قرآن چیه؟ ولی یتلطف، هم کلمه وسط قرآنه. آیه 103 اش باید بشه. بله نگاه کنید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خدا میخواد از اون یه خبری بهتون بده، من نمیگم، خدا میفرماد. قول بگو. آیاتی که میگه بگو، نه اینکه اگه نگو نمیگه. یعنی آی مردم یادتون نره ما داریم باهاتون حرف میزنیم، اهمیت اون آیه رو میرسونه. آیاتی که قول لاره رو خیلی بیشتر دقت بکنیم. میفرمون قول حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. میخوای بهتون میگم بدبختترین آدم ها، بیچاره ترین، زیان زده ترین آدم ها از نظر عمل کیان؟ یعنی اعمالی دارن اما از همه بدبختترن. این خیلی به درد ما میخوره، چون همه مدعی اینیم که اعمال خیر چیه داریم. میگه اینا عمل دارن، نه از عمل هایی که بعضیتون فکر میکنید اهل عملن، اینا اعمالی انجام بدن اما اخسرین، یعنی بد، از همه خسران زده ترن. کیان اینا؟ الذین ضل سعیهم، سعی که کردن، کاری که کرد شدن پرید رفت، کل جهاد کرده پرید رفت، خون داده در راه خدا پریده رفته، دو قرون هم نمیارزه، پرید رفت، زل، گم شد، فل حیات دنیا، در زندگی دنیا تباه شد. و هم در حالی که این احمقا، یه احمقاش تو قرآن نیست، این تفسیر منه، یحسبونه، دارن فکر میکنن، حساب میکنن، انهم یحسنون صنعا، تازه دارن فکر میکنن چقدر خوب دارن کار میکنن. میگه اینا از همه بدبخترن، یعنی یه کاری کردن پریده رفته، تازه فکر میکنن داره کار خوبی میکنن. اینا کیان؟ اولائک الذین کفروا بآیات رب، اینا کافر شدن به نشانه‌های من خدا. و لقائهی فحبدت اعمالهم، اعمالشون هم پوشیده شد، حبت، حبت شد. ولا نقیم لهم یوم القیامت وزن، روز قیامت هم هیچ وزنی نداره، هیچ عملی با خودشون، پوچ پوچ، دست میزنی میترک، حبابه. میگه این کسایی که فکر میکنن دارن کار درستی میکنن. حالا تو سوریه شما چی میبینی؟ دو گروه جهادگر مقابل هم، تکفیری ها یه طرف، جبهه مقاومت هم یه طرف، هر دوتا اسلحه دست گرفت، هر دوتا دارن در خون و عرق خودشون میرزمن، درست یا نه؟ یکی ته جهنم، یکی ته بهشت. ببین عمل انجام دادن یا نه. یارو از لیبی زن و بچه شو ول کرده بلند شد اونجا داره میجنگه، از چچن ول کرده داره میاد اونجا میجنگه، هر چندم تو همونجا میبینه ازشون جهاد نکاح و کسافتکاری هم زد بیرون، چون فطری نیست دیگه. چی دستشونو میگیره؟ هیچی. وزنی داره این کارشون؟ نه، چون تشخیصشون اشتباه بود. برای همین نکته آخرمه، خوب نهایت بفرمایید، برای همین عرض میکنم دقت کنید، میفرماد در روایات یک لحظه تفکر، من دیدم میگه یک ساعه، ساعت عربی ساعت چیز نیستش که یه روز 24 ساعت بشه، ساعه یعنی لحظه، یک لحظه تفکر بهتر از 70 سال عبادت. چرا 70 سال عبادت؟ یعنی یه عمر عبادت. چون عبادت کدوموری، عبادت برای چی؟ ببین مثال براتون میزنم، من الان از اینجا میخوام برم سمت تهران، یه راه دیگه هم داره مثلا سمت، چه میدونم، بگید یه شهر دیگه، بگید اشتهارت مثلا، آف، من سخنرانی تموم شد میخوام برم سمت تهران. این که باید برم سمت تهران، یک، دو، تو راه هم باید قوانین راهنمایی رانندگی رو چیکار کنم؟ رعایت کنم. مثل آدم باید رانندگی کنیم، مردم اذیت نکنیم، تصادف درست نکنیم بریم. حالا خوب گوش کن، اعمالم باید درست باشه، هدفم درست تنکر باشه. حالا من بجن که برم سمت تهران، گوش کن، برم سمت اشتهار، خوبم رانندگی بکنم، به چه درد میخوره؟ هیچی، درست یا نه؟ خوب رانندگی کردن منو داره از هدفم چیکار میکنه؟ دور میکنه. فلذا اینه، نماز بی ولای او عبادتیست. به منکر علی بگو نماز خود قضا کنه. از شیطان بیشتر میخوام نماز بخونیم؟ 6000 سال، دو قرون نمیارزه، ته جهنمه. خدا میفرما تو رفیقات و پیروان تو جهنم پر میکنم، جهنم از رفیقات تو پر میکنم. عجب، نماز بدون تایید خلیفت الله، بدون کرنش در موقع، گفت به آدم سجده کن، خلیفت الله قبول نداشت، دیدی؟ دو قرون نمی. چقدر آدم داریم رو زمین دارن نماز میخونن، و داعشی هم نماز میخونه. من چند جا گفتم جالبه، یکی این بچه های دفتر ما مرتبط با دفتر ماست، اصلا بند خدا تو این باقای هیئت و نمیدونم مسجد و این چیزام نیست، با همین سخنرانی ها برگشت.
ترکیه کارگاهی داره. میگه من نشستم 45 دقیقه تو ترکیه، حالا از چه شهری به شهری میرفته یا از این ور شهر به اون ور شهر نمیدونم، میگه مسیر داشتم رفتم، گاهی راننده سلفی بود، سیویلا رو زده و ریشا بلند. بعد میگه گفت کجایی؟ گفتم این اونور یه استانبولی رو یاد گرفته، ترکی استانبولی رو. خودش هم آذریای خودمون نیستا، میگه مثلا اینجا ترکی بلد بود، اونور مثلا یه خورده آپدیت کرده خودشو، نه اصلا بیخ آره ترک نبود، اونجا مستعد خوب یاد گرفته. من خودم باش ترکی صحبت میکردم، دیدم نه جدی راه افتاده، ترکی چتنده، هر آدم دانش آموز، یعنی ترکی هر کسی نمیتونه حرف بزنه، سخته. صدی هم یاد بگیری بعضی از کلماتو نمیتونی تلفظ بکنی، چجوری میخواد فرق علوم و علوم و علوم و بگه مثلا اینو، قاطی میکنه بچه چپ چلاق حرف میزنه. میگه شروع کرد با من ساکن، گفت کجایی؟ گفتم ایرانی. گفت ای چقدر من دلم با حال تو میسوزه. نو چرا بچه چی شده؟ گفت این که این نمازم بخونید آقا شما، مثلا خدا رو مثلا قبل مثلا مسلمان اما جهنمی. گفتم چرا جهنمیم؟ گفت مشرکید. گفتم چرا مشرکی؟ میگه شروع که اصول دین رو برای من توضیح دادن 40 دقیقه. من خود هر کدوم 20 دقیقه یه ربع 10 دقیقه توضیح داده. توحید اصول دین 3 تاست، اصول مذهب 5 تا، ما دو تا اضافه. اون اصول مذهب همون اصول دینه ها، انقدر گفتیم اصول مذهب فکر کردیم مثلا همون 3 تا حله، نه خیر، این دو تا نباشون 3 تا تعطیله. بعد میگه توحید برام توضیح داد، نبوت هم توضیح داد، معاد توضیح داد، کلی وقت گذاشت. و میگه وقت تموم شد گفتش که حالا مثلا انتظار داشت من مثلا یوی متنبه بشم بگم. میگه برگشتم اینم این پامنبر ما بزرگ شده همچین حاضر جواب. و میگه برگشتم گفتم خب تا الان که شدی شیطون، بقیه شو بگو. شیطون خدا رو قبول نداشت؟ والا به پیر به پیغمبر قبولش، اینقدر قربون صدقه خدا میرفته که نگو. خدایا من بی خیال این سجده شو، من جوری عبادت کنم که هیچکی عبادت نکنه، 6000 سالم نماز خون. خودش هم واخا تو یک آیه تو قرآن میفهمه اشتباه نخونم، انی اخاف، من خودم از خدا میترسم، من الله رب العالمین، من رب العالمین هم چیزی، من از خدا خودم میترسم. این جهنمی چه احمقایان، اینو خدا نمیترسیدن، من خودم از خدا میترسم. معادم قبول داره، الی یوم یبعثون، میگه منو تا روز قیامت بهم وقت بده. میگه تازه شده تو شده شیطون، شیطون خلیفت الله قبول نداشت، شما هم قبول نداری. میگو من پیاده شدم میخواستم کرایه باش حساب کنم، میگو کلن این بند خدا در افق محو شد، همینجا جلو رو نگاه میکن خوش شده. آقای افندی اخوی داداش گارداش منو نگاه کن. گفت جوری تا اینجا تکونه کسی بهش نداده بود، جا صف نخورده بود. نره اینجوری هم بعضیا تو زندگیشون یا یه اتفاق، چی فکر کردیم ما؟ هدف رو درست تشخیص داده، رسیده تو این فتنه های آخر الزمان، میگه من الان جام اینجا نیست، من الان باید حلب باشم. مثل همین شهید مصطفی و بقیه شهدا، من الان باید خانتومان باشم، من الان باید تو سامرا باشم تا بمونه، اصلا من باید برم تا اینجا این حیثیت حفظ بشه، آبرو حفظ بشه، ناموس حفظ بشه. چند وقت شد یه خورده شلوغ شد، ببینید امنیت نباشه چقدر خطرناکه. بین هموطن و کشور خودمون خیلی هاشون هم بحثا چی داشتن؟ اقتصادی داشتن، باید به حرفشون چیه؟ گوش داده میشه. من این وسط بگم، من تو کانالمون هم گذاشتم، میگم آقا این دوتا چیز اصلا تفکیک کنیم. اون کسی که نقد اقتصادی داره باید مسئولین، باید دولتی که سر کار اومده، نماینده های مجلسی که رأی گرفتن، اونا که از مردم انتخاب شدن به واسطه مردم، موظفن چششون کور دندشون نرم، باید حق اینه که حق اقتصادی رو ایفا بکنن. این مردم رأی دادن که راحت باشن. یخه اشتباه نکنیم، این رو بله حساب جدا میکنیم از اون نفهمی که داره زندگی مردم آتیش میده، به اموال عمومی آسیب، خودش بیت المال داره حروم میکنه. تا اگه ذره انصاف داشته، عقل و شعور میداشته، به بیت المال آسیب نمیرسوندی، همونا رو دوباره با پول ماها باید بسازن. اینا رو از هم جدا میکنیم. اصلا کینمون از این اراذل و لباش بیشتر شد به خاطر اینکه به انحراف کشوندن مطالبات درستو. درسته یا نه؟ مطالبات درستو به انحراف کشوندن. یه خورده اینجوری شده یارو داعشینی، هموطن خودته، مامان میگه نری بیرون، نری بیرون، خطرناکه، فلان میشه. بام فکر کن یارو بی اومده اون وسط داره به رگبار میبنده ناموس مردم رو، به کنیزی داره میبره، سر میبره وسط شهر، میز گذاشته، دست داره قطع میکنه، آدما رو به صلیب میکشه، از ورودی های شهر آویزون میکنه، نرده های کنار پارک رو تو سر نرده ها سر بریدن، اینجوری زدن، عکساش نیست تو اینترنت؟
میگه من اونجا نرم به جنگم، این مملکتم اینجوری میشه. میبینی که هدف اصلی همه اونا چیه؟ ایران. الان همه‌شون دور هم جمع شدن، میبینید همه دارن پیام میدن از اون وقت، از مریم رجوی گرفته تا اون سعودیه، اون یارو شاهین نجفی که به اهل بیت اون که علی امام هادی آهنگ خون، اون یارو خلوچل و مجری چی بود؟ دیوونه. آره اون دیوونه. خب اون خلوچل میگه من افتخار میکنم 100 تا 150 چقدر مسجد تالاتیش دادم. تو احمقی دیگه. حالا همینا بری هند یه گاف پرست ببینی بگه دیوونه است این گاف پرسته، چرا به عقاید مردم توهین میکنید؟ دیدی فاز روشن فکر آدم تعو میگیره، فاز روشن میشه، میخواد رو همین صورتشون بالا بیاره. ادعاهای تحواور محوع اونجا گاو پرسته بیش احترام بگذارید. الحمدلله تو این شلوغی چیزی اثبات شد. یک، سلطنت طلبه گفت جمهوری ایرانی. اصلا سلطنت طلب یعنی حکومت سلطنتی، اسم جمهوری برای اون مثل بسم الله برای جنه. خیلی خوبه، خیلی خوبه. این وهابیه گفت علیه حاکم انقلاب کنید. بنابر فقه وهابی ها هر کسی علیه حاکمش قیام بکنه فاسقه، حتی اگر اون حاکم گناهکارترین آدم باشه. میگه ان کان عبدا حبشی یا ان کان فاسقا، میگه اگه حاکمتون فاسق باشه هر کاری کرده باشه حرام قیام کنید. اینا رو درست کردن که حکومت کنن به مردم دیگه، در طول تاریخ بتونن اهل بیتو پس بزنن. مردم مقایسه میکردن یه طرف علی بود یه طرف کی، یه طرف امام هادی یه طرف کی، میگفتن نه 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 حاکم حتی اگه فاسق باشه، اصلا یه برده سیاپوسی از حبشه باشه، خارجی هم باشه، شما بپذیرید. کار به یه جای رسیده، خیلی خوبه. یا او یارو شیعه انگلیسی میگه که قیام بکنید، میگه خب الحمدلله. اینا تا دیروز میگفتن قیام قبل از ظهور امام زمان چیه؟ هر قیامی قبل از ظهور امام زمان باطله. چقدر خوب شد، چقدر خوب شد قبل از ظهور یه دستور به قیام دادن. متوجه شدی؟ خیلی کثافت ها رو داره میریزه بیرون، خیلی ادعاهای دروغین رو داره اثبات میکنه. اینا رو حواسمون باشه. شهید یعنی اون کسی که درست‌ترین انتخابو کرده، تهران اشتهارت مثالی که زدم، و درستم عمل کرده. این که انهو دیده انگار تو مقصده، یعنی یقینا رسیده، قطعا تو مقصده. اون مقصدش هم کجاست؟ خدا میخوام. حدیث قدسی رو شنیدی؟ میگه اونه که عاشقشون بشم تو خون میغلطونمشون، بعد خون بهاشم خودم میدم. قطره اولین قطره خون میچکه به خدا. وقتی نگاه میکنیم چجوری و من یعمل مثقال ذره خیرن گره و من یعمل مثقال ذره شرن گره دارن حساب میکنن، میگیم خاک تو سر ما که میخوایم به مرگ طبیعی بمیریم. به قول بنده خدا گفت بمیریم با شهید شیم وگرنه میمیریم. شهید زنده است. اونی که خدا بغلش کنه، اون کسی امام حسین بیاد بالا سرش، اون کسی که نکیر و منکر با بدترین شکل بیان سراغش. کدوم مرگ، کدوم جهاد؟ نه. حالا آدم میشه به شهادت برسه، شهید باشه. یعنی چی؟ یعنی به شهود برسه ببینه. اما الزاماً به تیرم نمیره ها، این خیلی کارش سخته. این نشسته صبوری کرده، سختی کشیده. یه کسی مثل کیه؟ حضرت زینب سلام الله علیه. جلو چشش همه رفتن پرپر شد، همه رو به میدون فرستاد. حضرت عباس، عباس تحملش طاقتش تاق شد، اومد جلو یقه رو گرفت، فهمو زاغ از صدری سینم داره میترکه، بذار برم به میدون. تازه اون مصیبت امام حسین رو ندید. ببین حضرت زینب کی که باز مصیبت علی اکبر رو دیده، حضرت عباس دیگه نمیتونه تحمل کنه، میگه بذار برم. مصیبت امام حسین ببین چی، او کی دیده؟ او حضرت زینب سلام الله علیها، او شهید است دیگه. به چشم دیده که دست میذاره زیر اون پیکر مطهر، میاره بالا، میفرماد تقبل منا هذا القربان. این قربانی هم شهید است، به چشم دیده بهشت رو دیده، که میفرماد ما رأیت الا، قطعا بهشت دیده که میگه جز زیبایی ندیدم. نمیفرماد زیبایی دیدم، جز زیبایی ندیدم، یعنی هر آنچه اتفاق افتاد زیبایی بود. خوش به حال اون کسایی که مدافع حرم زینب بودن، خوش به حال اون کسایی که مدافع حرم ابوالعبدالله بودن.
خوش مال اون کسایی که مدافع حرم امیرن بودن علیهم السلام، هم بر اینها سلام هم بر اونها سلام. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیة والنصر وجعلنا من خیر اعوانه وانصاره والمستشهدین بین یدی. استفاده میکنیم از مدعای برادرمون، من خودم هم حاضرم استفاده میکنم، حقیقتا روزه های زیبایشون میخونه، همیشه ما بهره بردیم، باز هم بهره میبریم. صلواتی نات بفرمایید.